سلام به همه افغانستانی های زحمتکش. خدا کند در کار و بار شما برکت فراوان باشد. این هفته کابل شاهد برپایی نمایشگاه ملی بود که در آن تولید کننده های داخلی محصولات خود را به نمایش گذاشتند تا باشد مردم عزیز کشور با این تولیدات بیشتر آشنا شوند. فضا مملو از مردم بود و گفتگوها و صحبتهای کاروبار گرم بود. رفتیم به دیدن اولین غرفه که پر بود از خبرهای خوب. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خوب هستین جانتون؟ جو بخیر. الحمدلله. اسمم محمد عمر است. چه خدمات را شما ارائه میکنین آقای محمد عمر عزیز؟ شرکت شما خدمات ما در بخش تولید انواع دیگای بخار فعالیت داریم و بعضی سرمایه گذاری های دیگه را در آینده مد نظر داریم اگر الله متعال بخواه و سیستم تجارت در افغانستان جور شوه انشاءالله که سرمایه گذاری آینده خاص خواهد داشته من. بسیار عالی. چی خصوصیات داره این دیگاه که جنس های بیرونی نداره؟ یعنی یک خوبی های بالاخره داره تولید وطن مو شما؟ خصوصیت از دیگاه بسیار خاص می باشه. یکی که ما نمیتونیم تنها ایره از شکل گاز استفاده کنیم، میتونیم ایره با چوب استفاده کنند، در وطن ما در اطراف ها تندور استفاده کنند، از داخل تندور. استقبال مردم از تولیدات داخلی چگونه بوده تا به حال؟ الحمدلله مردم مال تولیدات وطنی خورا امراج بلد هستند، تقریبا ده سال استفاده میکنند. همین قبلا هم یک برادرها میجا آمده بودند، بسیار تعریف کردند، دیدن چک کردند، سایزهای مختلف پرسان کردند، گفت از این ما داریم، بسیار خوش هستیم از پیششان. دیگه ما همی کستومرها را دیده، خریدارای ما، رمتانه ما را دیده، انرژی میگیریم، قوت میگیریم، توانایی میگیریم که دیگه هم در پیشبرد از این شرکت سهم خاص خواهد داشته باشه. در اصل از روی نفر ساخته شده اینا که چند نفر نان میتن. باز به نظر به درخواست مشتری ها باز ما ریتر درش اضافه کردیم. از 80 لیتر ما فعلا داریم، اونا سایزش 80 لیتر از بله ها. 80 لیتر ان تا به 3 لیتر ما تولید شده داریم. که این میشه؟ نخیر اونم سیاگه خواهی هست، یعنی یک 3 لیتره تا ظرفیت 8 لیتره. تا ظرفیت 8 لیتره. بسیار عالی، تشکر از شما. چقدر بازار افغانستان شما کاور میکنیم با این تولیدات خودتان؟ تقریبا ما میتونیم 100% کاور کنیم. توانایی و توریدش هم همچنان داریم. حتی بازارهای داخلی کمرسی میکنم. ما الحمدلله مارکت های خارجی داریم. مارکت های خارجی پیدا کردیم، اعلانات کردیم در خارج. الحمدلله در آخر در 3-4 سال ما کسومرهای روسی، کسومرهای امریکایی، جرمنی از تمام کره زمین الحمدلله ماشاءالله میال ما صادرات داریم و فلحال چیز هم داریم. برند افغانستان دیگه درست؟ برند افغانستان، لوگوی افغانستان، بیرق افغانستان. یه جای افتخار است که ما میتونیم دیگاه خود را به کانادا، به امریکا، به کشورهای اروپایی، بالاتر از نیم کشورهای اروپایی ما صادرات داریم. یک خبر خیلی خوبی بود برای ما، حقیقتا ما خیلی انرژی گرفتیم، خیلی قابل امیدواری هستی قضیه. خیر بینین. و انشاءالله تعالی با امید موفقیت بیشتر و با امید آینده خوب برای کل ما و شما در افغانستان. زنده باشین. از خبرهای خوبی که دل هر افغان را شاد می کند، تولید بیشتر و حتی صادرات به کشورهای دیگر است. خدا با تمام صنعتکاران و کارگران کشور عزیز ما خیر دنیا و آخرت را نصیب کند. وقتی با معدنکار و کسی که ذخایر زمین را از اعماق مختلف زمین بیرون می کشد صحبت می کنی، واقعا پی به این می بری که افغانستان سرشار از مواد معدنی با ارزش است که باید ما آنها را استخراج کنیم و از این نعمتهای خدادادی برای ساخت و ساز کشور استفاده اعظمی و مفید بکنیم انشاءالله. سلام علیکم. سلام باشین. خوش آمدید. خوب هستین انشاءالله؟ خیر خیرت. سلام و سلامت باشین. فکر میکنم بیشترین تولیدات خالص وطنی همین سنگ است دیگه اگه اشتباه نکنم. انشاءالله. اسم من هدیت الله حکیمی است، رئیس اتاق صنایع معدنی ولایت بدخشان. بیشتر بازار سنگ های ما را داخل کشور داریم یا بیرون از کشور؟ ما زیادتر چیز به بیرون کشور است، چون که وقتی که امارات اسلامی ما به تمام معدنات قراردادهای چیز و چیزی که استخراج شده غیر قانون بوده فعلا احضار داده که ضرورتی چیز میتونیم که ما انتقال بودیم از فرصت کاروبار برای مردم تمام ولایت خصوصا به ولایت بدخشان برابرتر شده. ما شنیدیم که در ولایت بدخشان طلا استخراج میشه، در او بخشم شما شروع به کار کردین یا نه؟ بله، ما از طریق
رهبری امارات اسلامی وزارت معدن که اجازه ریکشوی را تنها قراراتی کلان نداده، تنها ریکشوی را به مردم داده که برای کار شوه در او بخش عضو اتاق ما بخش معدنکارای ما کاروبار میکنند. بسیار عالی. آجی صاحب قند ارزانترین سنگ ما کدام است و قیمت ترینش کدام سنگ است؟ خب سنگ هایی که ارزان میگیم لیتیم داریم، سنگ آهن داریم، سنگ کروماید داریم. اگر خواست خدا یاری پروردگار باشه وزارت معدن قیمه همکاری بکنم، ما تمام این آهن را از ولایت بدخشان به اینا میدیم. قیمت ترین سنگ یاقوت خوبش داریم، سنگ زردان داریم، سنگ سیر داریم. این سنگ هایی که تمامش از ولایت بدخشان به چیز رسیدیم. چقدر نفر در می کارهای سنگ در بدخشان مصروف هستند؟ داخل معدن، در پروسسش، در فروشش، در مجموع؟ انشاءالله که از وقتی که چیز آمده ما اتاق در بدخشان ایجاد کردیم، از عضویت اتاقی ما را تمام آدم ولایت و خارجی ها دارن که چون قنداری، هلمندی دیگه است، شاید تا روزی 3000 4000 شرکت تک در بدخشان کاروبار میکنه. انشاءالله به 6000 7000 کارگر فعلا مستحق چیز میشه واسه. خیلی عالی است. فرمایش های بیرونی هم دارین شما از خارج از کشور؟ انشاءالله داریم. در این روزا بخاطر معلوم است که تمام سیاه بند است، ما بسیار کوشش کردیم که مرزهای تاجیکستان، مرزهای چین، مرزهای چین با ولایت بدخشان واسه کشور مرز داره سرش کار کردیم. انشاءالله با همکاری امارات اسلامی ما میتونیم که زودتر فراهم کار برای مردم افغانستان ایجاد بکنیم. انشاءالله خبری خوبی است که اگر خدا بخواه و امارات اسلامی قیمه چی کنن، ما بتونیم که بهترین مرز، مرز چین است که بسیار به یک 500-600 کیلومتر که به اوجا مونده است که خامش پخته شده است، ما بتونیم اگر این را باز بکنن تمام مردم افغانستان اقتصادش، کاروبارش، ایناش انشاءالله میشه. که مثلا ثابت ما برای پاکستان برای شو در ده روز، در 20 روز، در یک ماه مال ما بایدن ما در 22 روز میتونیم که به ولایت هرات و دیگه جا ما سیدی خدا برای 300 کیلومترش خامت دیگاش پخته شده تا اشکاشم. خبر خوب دیگر این که هموطنان عزیز ما از شمال و جنوب، شرق و غرب، پیر و جوان، زن و مرد با هم در پیشرفت کشور و خدمت به اقتصاد وطن سهم گرفتند و تلاش های خود را روز به روز بیشتر نیز می کنند انشاءالله. البته با حمایت های شما مردم عزیز کشور از محصولات داخلی و تولیدات وطن. تولیدات گوناگون داریم که شما میتونین مشاهده کنین. بله. ما از قبیل رنگای پلاستیک هم داریم، رنگای ساختمانی است، روغنی است، چسبای چوب به خاطر نجاری است، رنگای ترافیک برای سرک است. دیگه رنگای بساب عایق بام باش استفاده میکنن، چسب کشی داریم. یعنی ما شکر الحمدلله در افغانستان خودکفا است. اگر حکومت از ما حمایت کنه الحمدلله ضرورت نیست ما از بیرون وارد کنیم. و تا به امروز هم شکر الحمدلله دولت حمایت کرده. البته نیست بویم نکرده، کرده اما باید مزید که بیشتر هم بسازه خودتر. برادر عزیز، با چقدر نفر در شرکت شما زمینه کار فراهم شده به شکل مستقیم و غیر مستقیم؟ از ما شرکت ما با وجود که با شما گفتم که 20 سابقه کاری داره، بیشتر از 90 فامیل در شرکت ما نانخور است. آفره. یعنی به این مانه هر نفر که نان میخوره یا در شرکت کار میکنه با فامیل خود از مو عاید میبره. و شرکت ما با بسیار مشکلاتی که مواجه هست باز هم نتونسته و نکرده این کار که یک تا کارمند خود از دفتر خود رخصت کنه با وجود که بیکاری هم بوده. اما شکر در حدود 90 نفر یا 85 نفر ما کار میکنیم و بیشتر چندین ولایت ما نمایندگی فعال داریم. شکر دیگه ما کوشش داریم که کیفیت خوبتر بتونیم و بازار عرضه کنیم. استقبال مردم چطور بود از کیفیت کار شما؟ از در بخش فروشات یا در بخش کاور بازار شکر الحمدلله تولید وطنی دمین بالخصوص دمین چند وقت جای اخیر بسیار جای زیاد به خود پیدا کنه نسبت به سابق. چون سابق مال قاچاق می آمد، مالای بی مسئول می آمد، مال وطنی کس نمی خرید. زیادتر آن مردم رجوع به تولید وطنی می کنند. بعضی کسا یگان انگیزه دارن که از قبل هم باشون مونده که یعنی تولید وطنی گویا همون کیفیت سابقه است، اما فعلا تو نیست. ما بعضی شرکت های تولید داخلی داریم بسیار با کیفیت پوان می سازن و او هم سبب به این میشه که کیفیت های استاندارد وطنی را خراب بسازن. ما هم خواهشمند از حکومت همی هستیم، برخور کسی که در می رشته هستن و جلوگیر از همچه شرکت هایی کنن که تقلق میکنن. فکر میکنم این برنگرده در اداره ملی استاندارد. بله، من باید کیفیت کنترل بکنم. و یک موضوع دیگه من شما پسان بکنم برادر عزیز که اگر زمینه انشالله و تعالی کاملا مساعد شود،
خیلی عالی باشه مساعد شوه، چه امکان داره که کارتون از یکم بیشتر رشد بده و زمینه کار بیشتر به مردم فراهم بشه؟ ما کوشش داریم که کار ما وسعت پیدا کنه، رشد کنه. یکا واضح است وقتی که فروشات زیاد میشه حتما پروژه زیاد میشه، کار زیاد شوه کارگر کار میکنه، کارگر کار کرد ما به مواد خام ضرورت داریم. کل شرکت ها به هم زنجیر هستن، کلی کار میکنه. الحمدلله بگویم در بخش صنعت شکر دمی جایی که شما میگردین گشت گذار کردن، شکر امی یک خبر خوش است که تمام جنسایی که تو میبینی مال وطنی شکر یک پیام خوش است. و دومی که تمام از قابل استاندارد است، شما ببین در هر دکان شما میگردین یا غرفه میگردین همه جنس با کیفیت میبینین، جنس بی کیفیت نیست. و خوبی دی است که وطن خود ماست، تولید از خود ماست، پیسه ما پیش ما از عظمت شتوس در جیب بیگانه نمیره، در جیب احمد محمود خارجی بره. اگر هر چی از در جیب خودم تو میره، اگر امیر تو از ما بخری در جیب ما میره و این سبب پیشرفت اقتصاد ما میشه. از اینکه ما به بیرون روان گفت تو بیا مرا مواد کنم، تو رو مواد کنم وطن آباد شد. خب ما یک مثال به شما بتونم، کسی که غذا را از جیب میبره خود تابن اینجا کلی گوش نمیمونه. پس مهم امی است که باید از خود ما وطن خود نسازن. گفته یک بزرگوار پدر کسی وطن ساخته نمیتونه، نه بیرونی میتونه، نه اروپا میتونه، نه آسیا میتونه، خود ما سرپای خود استاد چیم. به والله قسم امنیت هم میه، سال هم میه، اقتصاد هم میه که خود ما زحمت کار کنه، زحمت بکشه، مرق های خود بریزنیم در می وطن. همین وطن مادر است، این وطن خاک ماست، مردن زنده ما نمی جاست. خدش باش داشته باش، باش باش، برکت آرام باش. چند سال هستی آجی صاحب؟ 63 هستیم. برکت ان ما صنعت به حساب قالن باب تقریبا یک 50 سال هستیم قطری کار هستیم. این قالن ما کلا وطنی است، پشمش، موادش، بافتش کلش وطنی است؟ کلش وطنی است. ما پشم میگیریم از غزنی. مثلا اینی رو ما سعی کنیم؟ خوش. خوش. سعی کنیم شما؟ امیر بگو خوبیاش چی هست آجی جان؟ این زد روماتیزم است. فهمیدی زد روماتیزم است، پشمای خالص وطن ماست. فهمیدی از گوسمن ما پشم میگیریم، بعد اون رو میشوییم، بعد ایره تار جور میکنیم، بعد رنگ میکنیم. رنگایم چوب رنگ به حساب پوست چارمغز، پوست پیاز، رویان، اسپرت، رنگای گیاهی رنگ میکنیم. فهمیدی آجی صاحب قند خوبی این قالینا نسبت به قالینای ماشینی چی است؟ قالینای ماشینی تقریبا یک 20 سال عمر داشته باشه، 200 سال عمر داره. این هم رقم است. در کشورهای خارجی هم روان کجی قالینای تا؟ این کار روان میکنم، یک شرکت است. ما تقریبا یک 20 کشور روان میکنیم، 20 کشور. فهمیدی. سال خدا این وطن و خودم است. آرامی میگردیم، میگشتیم. آرامی است. خدا مهربان، جورم میشن. انشاءالله جورم میشه. خیلی جالب است، دواها در نمایشگاه وطنی دیده میشه. آیا اینا وطنی است حقیقتا؟ یا کلا وطنی است؟ در وطن خود ما تولید میشه. ماشاءالله. چه خبر میشه این فابریکا فعال شده برادر عزیز؟ تقریبا 3 سال میشه. 3 سال میشه؟ 3 سال میشه که فعال شده، اما کارهایی که مثلا به تولید شروع کرده یک سال یک نیم سال میشه. ماشاءالله. چند قلم دوا ما تولید میکنیم در افغانستان؟ 21 قلم ما تولید میکنیم که اینه مثلا این پرایس لیستش هست. ده این معلوم میشه که مثلا ما بسیار قلم چیز داره. اگر بخوای شرایط مساعد شوه چه قیمت میتونین شما قلم هایتون رو زیادتر بکنین برای تولید؟ خب ما در حال حاضر میخوایم که مثلا این قلم های ما به حساب تا صد یک سون یک نیم صد برسه، کوشش دارم نظر با نظر به نیازمندی جامعه ها. خیلی به خاطر که افغانستان متاسفانه در قسمت دوا از بیرون میره، از بیرون میره. چون چه خوب است که دوا در کشور خودمون شما تولید شوه با کیفیت خوب و استقبال مردم چطور بود از دواهای؟ بسیار خوب است. ما تقریبا در 20 ولایت نمایندگی داریم که مردم بسیار با چیز میگیره، چون دوا بسیار با کیفیت است. ماشاءالله. خیر است تا بالا کدام چیز نیست، ما از دیگه کشورها میاریم یا نام کشیده یا دیگه کشیده، اما ایرا که مردم استفاده کرده هر کدام از ایرا دیگه بسیار خوش است، مردم خوش است، با کیفیت است. بیشتر فکر میکنم شربت برین و تابلت ما کمتر دیده میشه، درسته؟ تابلت ها ما است زیاد است، خود چون تابال 21 کلم است در دیگه جزا انشالله ما کوشش داریم دیگه تولید چه. چقدر نفر در فابریکه شما کار میکنن؟ تقریبا حضوری که ما داریم یک 35 نفر است که کار میکنن. غیر از او که دیگه که ما مصروف است مردم پس زخت ها مردم است که در ولایات است، مثلا دیجا موتردار کار از دیگه کار از دیگه کار است، بس ها مردم که ما با کار است یک شغل پیدا کرده به فامیل خود
چیز میبرن. فکر میکنم صنعت شما، صنعت دواسازی که است در افغانستان، خیلی جای برای رشد زیاد داره، به خاطر که اکثرا دواهای ما شما از بیرون میاد. اگر شرکت مثل شرکت شما باشه بیا دوا تولید بکنه در افغانستان، احتمال خیلی قوی که مردم از این دوا استفاده میکنن. از این نسبت دوا دوای به کیفیت خارجی واقعیت است. واقعیت است چون شرایط وطن ما بدبختانه از مرزا با رقم میای که هیچ معلوم نیست، مخصوصا در بخش دوا. در بخش دوا این بسیار مهم است که خود ما تولید کنیم و اون رو خود ما مصرف کنیم، چون یکی خوب منافع خود وطن ما است که نمیجا پیسہ مصرف شوه، نمیجا دوا بگیره مردم مصرف باشه، یک پیسہ نان حلال به خانه خود ببره. تولید وطن خود ما شما است، روز به روز ان شاء الله ابتکار بسیار بزرگ است. این می سمپل ها که ما تقریبا 0.21 سمپل داریم، این سمپل میرسه مثلا به صد یا 1.5 صد. اونم که مردم کار است، اونم که دکتر کار است، اونم که کارگر کار است که نمیجا کار کنه مصرف شوه در وطن خود ان شاء الله تعالی. موفق و پیروز و کامگار باشه. خیلی قابل استفاده بود. خوش اومد و سلامت باشید. تشکر از جان شما. زنده باشید ان شاء الله. زنان و دختران نیز در صنعت کشور سهم فعال دارند و نظر به استعداد و توانایی در تولید محصولات مختلف فعالیت می کنند. روحیه آنها بالا بوده و برای آینده وطن و آبادانی آن تلاش آنها کاملا احساس می شد. سلام، وقت شما بخیر. ساده فمین هستم، فارغ صنف 12 هم و در شرکت خانگی کار می کنیم. همچنان خودم بنیان گذارش هستیم که تقریبا به مدت 5 ماه میشه کار آغاز کردیم. از یک فامیل 3 نفره که فامیل خود ما بودن این کار ما آغاز کردیم و فعلا خوشبختانه با حمایت مردم تا اینجا پیش رفتیم. چی خدمات را شما ارائه میکنید؟ خدمات ما محصولات خانگی است، محصولات هستند که در بازار قابل دسترس به مردم نیست، از قبیل شیرنی باب خانگی که گوشت فیل، مالیده، دونات، اینا چیز که خانوما فقط بخاطر بعض مراسم ها در خانه بر خود آماده میکنم و در بازار متاسفانه در دسترس مردم قبل از آغاز کار ما نبود. و ما یک صورت ایجاد کردیم بخاطر مردم که بتونه خانمایی که در بیرو ایفای وظیفه میکنن، ما بتونیم بخاطر بعض مراسم هایی که دارن اینا رو بهشون به در منزلشون میرسونیم. خب استقبال مردم چطور بود؟ مردم از ما خیلی خوب استقبال کرد. در اولین روز کاری ما تقریبا بیشتر از 20 سفارش از مردم داشتیم و می بود که ما تشویق شدیم بخاطر ادامه ای کار و تا امروز هم فیدبک مردم بر ما همیشه بسیار خوب بوده. همیشه از ما سپاسگزاری میکنن که محصولات چیزایی است که یعنی خیلی جنجال داره و ما این ریسک که به خود گرفتیم به شما آماده میکنیم. با چه قنافه زمینه کار شما ساخته؟ بر فعلا چون ما خود ما نواغاز هستیم، از کار خیلی کم آغاز کردیم. به فعلا 6 نفر کارمند ما داریم، 4 نفر پرسنل خانم ما هستن و 2 نفر طبقی زکور که بخش دلیوری ما را پیش میگیرن. اگر بخیر زمینه مساعد شوه، چه خیلی امکان داره که کارتون نزدیک هم بیشتر وسعت بتیم و خانمای بیشتر وارد کار بشن؟ بله، ما تصمیم داریم نمایندگی ما رو در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد کنیم که تمام مردم هر منطقه به محصولات دسترسی داشته باشن و همچنان زمینی کار زیادتر به خاطر خانمایی که یعنی ضرورت دارن به خانه کار کنن میتونیم برشون فراهم کنیم و همراه ما کار کنن. بسیار عالی. ایده اولیه ای کار از کی بود گفتین؟ ایده کار از مادرم بود که اونا بنیانگذار این کار هستن. ایده از خودشون بود که ما باید کار کنیم که خالیگاه بازار پر شه و یک نوعه که این محصولات ما در بازار نیست و وقتی که امی بود که باعث تشویق مردم شد که مردم ما را تشویق کرد چون این محصولات هیچ وقت در بازار موجود نبود. چون محصولات ما کاملا صحی است و تمامش خانم ها قسمه که هر خانم در خانه خود آماده میکنن از محصولات خیلی با کیفیت، از مواد با کیفیتش استفاده میشه. گفتنی امی است که از تولیدات وطن خود استفاده کنن. مکمل یعنی تولیدات ما مربوط گوشت مرغ است. در کل یعنی جای خوشی است که فعلا همین تولیدات مکمل خارجی بند است و ما به اندازه یعنی تولیدات زیاد داریم. فعلا یعنی در 34 ولایت افغانستان ما خدمات داریم، بلیا توزیع داریم، خدمات داریم و اما نمایندگی های ما در جایی که نماینده های ما هستن یعنی از ما میبرن و هتل ها، رستوران ها معمولا هم تارگت مارکت ما اینا هستن. با چه نفر زمینه کار شرکت شما مساعد است؟ در کل در حدود 190 نفر فعلا در شرکت فعالیت داره به شکل حضوری. فعلا در داخل مرکز که جمعا کشتارگاه است و فارما است و دفتر مرکزی اینا در حدود 190 کارمند است. خب ما طبعا در تلاش ازی هستیم که یعنی کار ما زیاد شود، فعالیت ما زیاد شود که بتانیم
یعنی در تمام افغانستان بسیار یک فعالیت قوی داشته باشیم که مکمل می تولیدات خارجی، هرچند فعلا بند است، جای خوشی است که می تولیدات گوشت مرغ مکمل خارجی بند است، یعنی به شکل خوبتر بناوی بسیار خوب بتونیم کاور کنیم. خوبی های گوشت داخلی ما شما نسبت به گوشت خارجی چی میتونه باشه؟ گپ بسیار مهم که تولید وطن از دوم حلال است و این برای همگی معلوم است که تولیدات وطنی خالص و در پهلوی از او حلال فرش داره. ما میخواهیم تعداد فارما را زیاد کنیم، یعنی تولیدات ما را زیاد کنیم که ما بتانیم حداقل در حدود 1000 نفر یا 1200 نفر بتانیم جذب کنیم. افغانستان عزیز ما و مردم با عزت آن خوبی های زیاد و فراوان دارند، الحمدلله. برخلاف بعضی ها که فقط از نکات منفی کشور و ناامیدی صحبت می کنند، وظیفه ما و شما مردم مهربان و هموطن این است که از خوبی های کشور و مردم آن به همدیگر و مردم جهان بگوییم تا باشد چهره واقعی وطن که همون زیبایی و محبت و صفا و صمیمیت می باشد را به جهانیان معرفی کنیم انشاءالله. به امید افغانستان آباد که صد البته امکان پذیر است، به شرطی که ما تلاش های خود را بیشتر کنیم و از خداوند مهربان کمک بگیریم. خداوند یارتان.